دولت اسپانیا بودجه به شدت سختگیرانه‌ای را برای سال 2012 میلادی ارائه کرد. مطابق این برنامه بودجه همه وزارتخانه‌ها حدود 17% کاهش می‌یابد تا دولت بتواند 27 میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. سریا ده سانتا ماریا، معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت، در نشست مطبوعاتی در این باره گفت: دولت در تلاش است تمام اقدامات لازم را برای تغییر اوضاع، پایان دادن به کسری بودجه عمومی و وضعیت پیچیده بیکاری به کار بندد. هدف این است که بتوانیم به رشد اقتصادی و اشتغال زایی بازگردیم. بر اساس این طرح بودجه، درآمد دولت از طریق مالیات بر درآمد 4.3% و از طریق مالیات بر شرکت‌ها 17.8% افزایش می‌یابد. دولت همچنین در تلاش است تا کسری بودجه را از 8.5% فعلی به 5.3% کاهش دهد. اسپانیا با نرخ بیکاری حدود 23% از بالاترین نرخ بیکاری در میان 17 کشور عضو منطقه یورو رنج می‌برد. مشکلی که دولت در تلاش است با اصلاح قانون کار راه حلی برای آن بیابد، اما اتحادیه های کارگری در اعتراض به این اقدام دولت روز پنجشنبه دست به اعتصاب عمومی زدند.